دست یکایی که گروه تروریستی حماس و در نظر و جهاد اسلامی گروه نیابتی که از پشتیبان تسلیحاتی و مالی از طرف جمهوری اسلامی میشه و به عنوان یک گروه نیابتی داره عمل میکنه. در این جمع‌بندی ما باید در نظر بگیریم که هیچگاه اسرائیل دنبال لطمه زدن به قرمز ما نبوده و یکایی که قراردادهایی که در نظر داشته برای پیمان صلحی که بتونه به آنان برسه از طرف فلسطینیون آمده رد شده و اصلا ما سری نداریم که به عنوان یک پارتنر با اون بشینیم. اگر دولت حکمران به حال حکمرانی هستش و خودگردان فلسطینی در غزه است، با آیا ما حماس جهاد اسلامی میتونیم بشینیم؟ آیا ما باید با کی بشینیم برای قرارداد صلح امضا کردن؟ با محمود عباس بشینیم که کنار باختر روی اردن به خاطر فساد کسی قبولش نداره؟ با اردن هاشمی بنشینیم که به هر حال 78,000 فلسطینی هستند، یا با شهروندان اسرائیلی که 3 تا حزب دارن و موفق شدن وارد حتی دولت ائتلافی اسرائیل بشن و به خاطر شهرآشوب‌هایی که بوده به هر حال آمدن و این دولت ائتلافی به هر حال زیر سوال رفته؟ از این رو دستاوردهایی که میشه گفت که میتونستن داشته باشن با این نبرد چهارمه، نبرد مسلمانی که با گروه تروریستی داشتن، بر این بود که به جای میلیاردها میلیارد دلاری که هزینه جنگ افروزی حماس و جهاد اسلامی از طرف تهران میشه، بر این باشن که بیان اماکنی که در حال حاضر در اختیار دارن، از مدارس گرفته تا اینکه یکایی که بیمارستان ها و دانشگاه خودشون رو بیان بسازن و از این طریق بتونن یک جامعه بهتری رو داشته باشن. به امید دیدار تا برنامه دیگر، خدا نگهدار، بدرود تا درود.